جلیلی با حمله بی سابقه به پزشکیان اون رو بی برنامه و بی هدف دونست و آینده کشور رو در دولت اون تکرار 8 سال روحانی پیش بینی کرد. با ما همراه باشید، همین حملات و صحبت‌های جدید جلیلی رو می‌بینیم، هم پاسخ جنجالی که پزشکیان به ادعا و برنامه‌های اون مطرح کرده بود. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب یکی از بخش‌های اصلی و جنجالی مناظره دیشب حملات شب گذشته نامزدها در مناظره اول دور دوم بودش که معطوف بودش به برنامه‌های کاندیداهای مختلف، که جلیلی معتقد بود پزشکیان هیچ برنامه‌ای برای 4 سال ریاست جمهوریش نداره و فقط میخواد هر جور که شده رأی بیاره و رئیس جمهور بشه، بعد تازه بشینه و فکر بکنه ببینه چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه یا کارشناساشو جمع بکنه و یه برنامه بنویسن، که این قطعاً شدنی نیست. او معتقده که میتونه با کارشناسایی که معتقد افراد توانمندی هستن بشینه و یه برنامه توسعه‌ای بنویسه، که خب ما اکثر کارشناساشون هم میشناسیم و همون افرادی هستن که در دولت روحانی بودن، افرادی از جمله آذری جهرومی و محمد جواد ظریف. اگه قرار بود اون افراد کاری بکنن و پیشرفتی برای مردم و کشور اتفاق بیفته و برنامه‌ای بنویسن که مفید باشه، تو همون 8 سال روحانی این کار رو میکردن. اما پزشکیان هم با حمله به برنامه جلیلی گفت این که تو نوشتی اصلا برنامه نیست، اینها فقط اهداف واهی هستن که عملا هم شدنی نخواهند بود. این که با چند نفر از دوستای خودت بشینی یه سری وعده وعید که اصلا عملیاتی هم نیستن رو به اسم برنامه به مردم بگی نمیشه برنامه. 45 سال هستش که ما مسئولین با همین وعده وعیدها و برنامه های دروغی سر مردم رو کلا گذاشتیم. همین رشد 8% که وعده اصلی انتخاباتی شما هست، دولت های قبلی همین وعده رو میدادن، ولی اگه اونها به این عدد رسیدن پس شما هم میتونی برسی. شما حتی برای آینده هم برنامه ای برای استفاده از کارشناسان خبره نداری. همین دوستانت که دوروریهات هستن رو میخوای جمع بکنی و بهشون پست و مقام بدی، و همین صندلی هایی که در دولت ابراهیم رئیسی در ادارات مشغول به کار بودن همین افراد رو میخوای تکرار بکنی، به عنوان مشاور و کارشناس از این افراد میخوای استفاده کنی. 4 تا کلمه قلمبه سلمبه هم چند وقت یاد گرفتی و جلوی مردم از اونها استفاده میکنی که بگی من تحقیق کردم و برنامه علمی و مدون دارم. شما اگه واقعا برنامه ای داشتید توی زمان آقای رئیسی و دولتش، که دوستان نزدیکی هم با هم بودید، از دولت سایه در می اومدی و برنامه‌ت رو به اون ارائه می کردی که اون بتونه پیشرفت رو برای ایران رقم بزنه. شما اگه آقای رئیسی و دولتش رو قبول داشته باشی، اون 3 سال پیش به مجلس یه برنامه داده و دیگه نیاز به برنامه جدیدی نیست که شما بخوای اون رو ارائه بکنی. اگرم برنامه بهتر از ابراهیم رئیسی داشتی، که چرا تو این چند سال ارائه ندادی که مملکت از این مشکلات و بحرانی که توش هست بیرون بیاد؟ پزشکیان همینطور با حمله مجدد به جلیلی گفتش که شما توان مدیریتی لازم رو برای اداره کشور نداری. شما هیچ وقت حتی یه روستای کوچیک رو هم اداره نکردی، چطور میخوای با این شرایط یه کشور رو اداره بکنی و برنامه‌هات رو توش پیاده سازی بکنی؟ بریم قسمت‌هایی از دعوا و کلکل کاندیداها رو توی مناظره دیشب در مورد برنامه‌شون برای 4 سال آینده کشور بشنویم. این حرفایی که حضرت عالی فرمودی همش جهتگیریه. برنامه که نی، برنامه تعریف داره. من هم میگم بگید شما برنامه‌تون چیه، میگید من مثلا باید جانمایی کنیم. خب بگو ما جانمایی کردیم، این برنامه است. بگید ما مثلا میخوایم مثلاً کشور ارائه میدم خدمت. خب اون ما الان هی داریم تو این شقا بگو برجام قرار ما جانمایی برنامه جان... آماده است اینو... خدمتتون اینو اعلام بکنید، چون تو اون سایتت هم ما رفتیم چیزی از اونها نبود، فقط عکس و این چیزا بود که میگفتید ما برنامه واقعا اگر برنامه که به آقای روحانی نوشتیم مراجعه برنامه... کنید، همه اینا توش بود. شما الان دارید اینو؟ مگه شما به دولت شهید رئیسی معتقد نیستی؟ هستی یا نیستی؟ هر دولتی نه، من جواب سوال من، جواب سوال من رو شما به دولت داره نقاط چیز. بله معتقدم. معتقدی؟ بله. کاراش خوب بوده یا نه؟ خیلی کاراش خوب بوده. قانون و برنامه رو او داده مجلس. احسن. کار کارشناسی کرده دیگه. بله. پس
قرار نیست برنامه راجع به برجام و FATF چی اومده؟ قرار نیست آقای دکتر راجع به برجام و FATF برنامه چی اومده؟ الان FATF رو میگم برنامه الان اینجا اون نه در اون برنامه چی اومده؟ من سوال شما میگید برنامه بدید اونجا اصلا از FATF شما وقتی ما برنامه میدیم میگید که نه اون برنامه وجود دارد بعد این برنامه وجود دارد میگید که نه من دارم میگم دولت برنامه وقتی میگی در دولت ها این کارو کردن بله. حضرت عالی هر چقدر هم قوی باشی نمیتوانی یک برنامه علمی درست بنویسی در همون برنامه که 45 امکان... برنامه از نظر دولت بنویسه اجازه شما این رو نخونید از نظر دیگه. علمی شما نمیتوانید برای وزارت بهداشت درمان برنامه بنویسید بله ولی بچهای شما بچهای متخصصتون سلامت داشتن اصلا برنامه های دکتر ساعت باهاشون جلسه داشتن اجازه بده بچهایی هم که حتی متخصصا نمیتونن بنویسن یا نمیدونی برنامه چطوری باید نوشته بشه یا شما بگید الان چیز الگوت اجازه بده یا اون آدمایی که نوشتن به اصطلاح کپی پیست کردن روند قضیه اینه که ما زندگی مردم رو با چالش مواجه کردیم مردم ناراضی هم برای اینکه زندگیشون نمیگذره ما هم نشستیم میگیم خب نمیشه وای میستیم شما میتونید وایستید مردم زندگیشون نمیچرخه ما میگیم باید ما باید کاری بکنیم مردم بتونن ما باید فشار مردم از دوستشون برداشته بشه بسم الله حلش این که شما میگویید رشد 8% ممکن نیست یعنی من نمیخوام مشکلات حل کنم تمام آدمایی که استخدام کردید آدمای دور و بر خودتونه همه اون کسانی که در سیستمن جزء این گروهن استخدام میشن بقیه اصلا ول معطلن اصلا در 8 سال اون دولت کیا استخدام اصلا دولت رو ول کن هر دولتی بنده بیشترین اعتراض رو به دولت روحانی در رابطه با بهداشت اصلا در این دولت بیاد قوی عمل کنه آقای چسارت دولت آقای شهید رئیسی که شما بودید تو سایه هم بودید میومدید تو آفتاب عمل میکردید اتفاقا من یک چرا عمل نکردید نکاتم دقیقاً همینه شما بگید کجا رو تعال اداره کردید که موفق بوده حالا تو تئوری در تئوری بین تئوری و عمل هیچ فرقی نیست ده. به قول این تئوری there is no difference between theory and practice ده. in practice there are وقتی میخوای عمل کنی اصلا مسئله خیلی فرقی من اگر میخوام شرکت بدم این ادعایی که من میتونم یه دکون اداره کنم با این که اداره میتونم بکنم زمین تا آسمان فرق در سطح ملی در سطح اساسی من وقت اون که بدتره شما بگید یه بنگاهی رو اداره کردی حالا میخواید مملکت رو بله اداره کنید بله من عرضم دقیقاً اینجا همینه ببینید شورای عالی امنیت ملی در زمانی من مسئولیت گرفتم که شرق کشور شما تهدید امریکا حضور داشت غرب کشور شما امریکا حضور داشت در اواخرش همین درشت داعش درست شد اما چه چیز این تهدیدها رو کم کرد اون تدابیر درست تصمیم های صحیح و به موقع تو همین بحث تحریم ها وقتی که شروع شد چه چیزی اون فشار تحریم ها رو کم کرد وقتی که شما اون کمیته مقابله با تحریم رو گذاشت آیا که شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره احسن اما رئیس جمهور یه نفر نمیتونه اونجا تصمیم بگیره یک نفر نیست تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره نامه ای که دولت نوشته و به قول شما مجلس نوشته پایبند باشن نگن 8% پیشاپیش بگن این غلطه این الکی بنده این بنده جلوتر از شما اعلام کردم سیاست اصلا پس این 8% بنده اعلام کردم بنده اعلام کردم برای اینکه اون آدمایی که میگفتن محقق بشه با اون آدم واقعا ما معتقدیم درسته و جهش رو نسبت به همین 8% در جلو چشم این مردم اعلام میکنم همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8% رشد بده اگه نداد اعدامش کنن یعنی حرفی که میزنه روش واسه خب دوستان این بودش صحبت های دو کاندیدا به نظرتون کدوم یکی از کاندیداها موفق تر و بهتر توی مناظره ظاهر شد به نظرتون واقعا سعید جلیلی برنامه فیک شده و درستی داره و با این برنامهش میتونه شرایط کشور رو بهبود بده به نظرتون این ادعاها و وعده هایی که در مورد رشد اقتصادی 8% یا از بین بردن تاثیر تحریم ها ارائه میکنه به واقعیت نزدیک هست و عملی میشه یا نه؟ به نظرتون آیا واقعا پزشکیان هیچ برنامه ای نداره و میخواد در آینده با کارشناساش برنامه ریزی بکنه؟ حتی نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.